آخر مهمی که ما بشه آخر مشکل بشه. جهت اطلاع شما از قدیم میگویند چرخ یک اجتماع با اقتصاد آن میچرخد، اما باید پرسید که وضعیت کار و به عبارت صحیح در اقتصاد در هرات چگونه است؟ وضعیت کاری که وقتی از محل تجمع کارگران عبور می کنیم تصویری از افزایش بیکاری به چشم می خورد و این تصویرها سوالاتی چون دلایل افزایش بیکاری در هرات و اینکه دولت برای برطرف سازی این مشکل چه کارهایی میتواند انجام دهد خلق میکند. سوال دیگر هم حتما این خواهد بود که بیکاری چه ضررهایی به شهروندان میرساند و دیگر اینکه تقاضای شما از دولت چیست و در کل شما بگویید حرف شما چیست؟ به نظر شما وضعیت کنونی کار در هرات چگونه است؟ حالی که خیلی خراب شده، سابق بهتر بوده. سابق بهتر بوده وضعیت کار. الان وضعیت کار درست حسابی نیست. ما از صبح تا غروب اینجا میشینیم، یک روپی هم دگیر ما نمیه. اصلا هیچی کار کسیبی نیه. این مال که میاریم از امام نماشون صدری به تو اونمونه میره مخانه. به نظر شما وضعیت کنونی کار در هرات چگونه است؟ نامنیه، کارنیه. هیچی کار نیه، صد من امنان دو روز علافیم کار و غریبی چی نیه. نظر به بیکاری مردم خیلی بیکارم، از نظر که همین مردم پیاز دارم، کچلوی دارم، خیال دارم، همین تربابت دارم، امروز بیگ نیخ رست و بیگ نیخ. به نظر شما وضعیت کنونی کار در هرات چگونه است؟ نه سابق بیتر بس، سابق بیتر بس بینام وضعیت کار خیلی خرابه، نامنی یک طرف بیا حساب اینه که از خارج مثلا مالایی که به افغانستان صادر میشه جلوی کارا افغانستان بگیفته، شرکت ها ورشکست شده، شرکت ها شکست خورده، کارگرها که داره به کنار بشیده بخونه کار روزگار نداره، کار دیگه روز به روز خرابتر میشه، ناامنی دیگه، کار نیه، مثلا دولت به مردم کار های پیدا کنه، مردم دست به کشتار مثلا دوزی، اختطاف، معتاد نمیشن. دولت خواسته باشه که این کارا رو بکنه میخواد اما نمیکنه این کارا. به نظر شما وضعیت کنونی کار در هرات چگونه است؟ اقتصاد به خود بسیط رسیده، وقت طالبان خوب بود، پول بود، زندگی بود، همه چی امنیت بود. ما نمازگیری دنیا پول جوان که می بودیم به خراسان ما دیگه اصل اصل که دین نکردیم. حالا حاضر به کسی خونشون اعتبار نیست تا بازی با خونه خود نرسیم یا نمیرسیم بازی رو که کسی ما خیلی نکنه. نمیفهم که آینده ما چی کنیم. دولت هم بقام دولت هم بقام خود خود که مالیات مستقیم تعویض کنه. یک روز تعویض نکنه صد به بالای جلو میاره. پول هم نیاد که تعویض کنه جلو من بیا سنگین تر میشه. اگر طالبا بود اوش میگیره اما پول مالیات 5 سال 4 سال تعویض نمیکردیم جریمه ندیش مدت پول دار میشیم نمی تعویض ندیم. نمیفهم که آخر ما از این دولت ما چه کار بکنیم. دلیل افزایش بیکاری در هرات چیست؟ الان یک کارگر نمیتونه که مثلا نزدیک استان دیگه سر کار بره، میترسن مگه یک شلوغ پلوغی برپا شه که مثلا ما نتونیم در خانه خود برسیم. وقت سرمایه دار از کجا میتونه که مثلا سرمایه خود اینجا بخوابن؟ دیگه دولت میفهمه، باید دولت تعیین کنه. ما چی میفهمیم آدم غریب؟ بیشتر نوشتیه همی مامورای دولت هم میای همی بیچارهایی که گری دارم و چخ دارم میوه و دگه و دگه میفروشم، خودم چوب میزنم ممتای سر اینا رو هم از این گیرم بدم به وجه که اینا خود همین مردم همکاری کنم، لقمه نون بخو پیدا کنم، اینا پردی چجو پوش اینا باشه، اینا رو هم اینا رم بدم یک گوشه. مردم همیتا مسترم درباره همی کارم مونده. درسته اگر ما گفتم کاروبار نسبت به سابق حال و بیتره، نه خیلی به اون منا خود اینا میبینم که همین مردم فابریکه ندارم، کارخونه ندارم، دیگه کاروبار دیگه نیه، مردم همه بیکار شیشته هم دوزی پایین و بالا و دیگه همه از نظر بیکاریم. دلیل افزایش بیکاری در هرات چیست؟
این بیکاری دیگه مردم تمام اطراف ادگه ولایت بیامدم واسه کمی شهر ایران شهر آرومه بیامدم سه چهار خریدم مثلا گری خریده انگور میفروشند یه کارای میکنم دولت به فکر از اینا نیه به فکر از اینه که کیسه خو پر کنم به فکر مردم بیچاره و غریب نیه ای چهار تا فابریکه معدنی اوت بگر کنه مردم به کار بیفته دیگه اختطاف دوزی ناامنی چی دیگه مشکل به مردم رخ بده دلیل بیکاری مردم این شد که دولت با جلوگیری از کاری که تولیدی وطن خود ما و شما رو وقت خارجی جلوگیری کنه از مردم حق داره که صادر بشه که تجار ما و شما بتونه مثلا مال صادر کنه به کیفیت خوب بتونه به قیمت خوب بفروشه به بازار تجار ما و شما میره از خارج مواد خریداری میکنه ما به کیفیت خوب بسازه چون خارجیان نمایه که ما با شما مثلا به رو روز باشیم با قدرت و قوت خود حرکت کنیم و بشینیم خارجیان نمیخذاره ما با شما او کیفیت جنس خوب روگه یک ما میاره پین چون تجار ما با شما پشتمان از دولت و از کس دیگه نداره از بانک بزید کمک باشه پشتمان بزید باشه او پول سرمایه که داره میره دستگاه و مواد و مثلا برای یک ما میتونه خود مکمل کنه بعد از یک ما میبینه جنس خود به مثلا بیرون میکنه به کشور به کشورم خارج میبینه جنس خود میاره پین نفرهای خصوصی داره که میگه مثلا فلانه شرکت فلانه جنس تولید کرده تو جنس خود قیمت بیار پین بیار که مثلا اینا برشکسته پس به اون خارج احتیاج باشه جنس رو استفاده کنه دلیل افزایش بیکاری در هرات چیست؟ اولا سه چهار موضوعه اول موضوعی از این که امنیت کلا نیه مردم بیشتر ترس میخورن طبقه تجار ما هم از کشور رفتن ندارم سرمایه خود جمع کنم طبقه مستضعف و طبقه وسط هم که مانیم خب چیزی نداریم از ما حاصل چیزی نمیشه یک دیم از این جگر من نظر امنیتی کل بزی برمیکرد دیم از این تال کشور ما که سرانجام تال وزیر دفاع ما مشخص نشده بزی کشور دیگه خدمت شما عرض کنم دیگه موضوعی از این هست که مردم جرأت نمی کنن و اصلا ندارم که اصلا شدم طول از مال مردم کم شده کلن طول نیه به مبین مردم که چیزی بخرم امکانات به کل بعض امسال بعض اقتصاد ما خرابه موضوع برمیگرده من مثلا مجلس ما هنوز مجلس ما هنوز تقریبا سم ما چهار ما از وقت از اینا گذشته وقت قانونی از اینا اینا تا حال کسی همی شورای مشخص نشده که این مردم میترسن دوباره انتخابات بشه باز مردم نمیرن به طرف انتخابات روی مسائل های از چیزهای هسته که میفهمیم برای بازار تاثیر میگذاره دولت چه کارهایی میتواند انجام دهد؟ دولت میتونه مثلا که امنیت برقرار کنه اگر خودش مثلا زورش نمیرسه برای ملت دستور بده که آقا مثلا دمی شهری که مثلا شما میشینید دمی دهاتی که شما میشینید هر کسی که خلافکاری انجام بده دولت اطلاع بدن دولت چه کارهایی میتواند انجام دهد؟ یا کار این شرکت های صنعتی دیگه کار بگرد کنه همین جوانا همه بره به حضور مشغول شه جوانا یا صبح تا شما همین جمعه مخاطر بیاد و کچول و خور مشغول بنا نماشم هم دو ساعت رو بیتوین ما نمیرم بخانه خوب دولت باید یک کار بکنه یک پیشنهاد تیار کنه یک کار غریبی به ما تیار کنه حسابی برابر باشه دیگه دولت چه کارهایی میتواند انجام دهد؟ دولت اول جلو فقر و فساد باید بگیره نامنی رو باید بگیره به مردم اشتغال زیادی باشه که مردم برای کار و کارخونه جهات باید فعال بشه پشتیبانی برای کارخونه جهات باشه معدن ها ما شما باید فعال بشه تجار ما شما رو باید تشویق کنه پشتیبانی ازیر بکنه برای از پول از همه چی کمک ازیر بکنه ایمای مالی و جانی از تجار ما شما بکنه که سرمایه گذاری خود داخل کشور افغانستان بکنه حالا ما شما مدنیات همه چی داریم شکر اما نفری نداریم که خدمت بکنه به کشور خارجی هم که میه سرمایه گذاری میکنه هر چی که تولید کنه چهار برابر میبره یک برابر پس به کشور میمونه او دیگه هیچ سودی ما شما نداره وقتی که کارا هم باشه هر کارخونه که را بفرسته کنه 200 300 نفر به کار داره هر معدن ما شما که مثلا معدن نفت و گاز و اینا اگه مثلا را بفته که هر کدوم 1000 2000 5000 کارگر به کار داره دیگه نیازی نیست که ما شما مثلا به خارج بره بیکاری چه ضررهایی به شهروندان میرساند بیکاری خیلی ضرر کاملا ضرر هستند دیگه معتاد مردم دنبال معتادی میرن دنبال دزدی میرن دنبال همه کار میرن دزدی از این بیکاری و من خزه چرسی تیرکی با کو بالا کردن نفر از خاکو هم از این بیکاری و هم خزه من دیگه زن بچه گوشنه آخر مجبور یک چیار روز به سر خوب یاره برای انسان کار گنده میشه کار خلاف میشه برات کارهای گنده باید بری کار نباشه و مجبوری که کارو بکنی بیکاری چه ضررهایی به شهروندان میرساند؟
خیلی ضرر داره. اول معتاد میشه، دوم دوز میشه، دگم کارهای روبرو بجو میاد. اگر خود من لقمه نون نداشته باشم و هر کاری هم از دستم میاد، حالا ضرر کلی همه چرخدارایی که بمته همه بازار میای اینا رفته میبره به اون سر و اون سر میای به این سر. خب اینا کجا بره؟ اینا نمیان ماشین یک لقمه نون بخو پیدا کنم اینا بخورم. و اگر سر روز دیگه همینا به روفه اینا رو با داخل جاده و بی بربر نگذارم، اینا صد کار که دست بیای میکنه. حالا بم خونه که آدم برای دست من میگه کیچه کنه پول نی بی اینج کنه پول نی خزن و چی آدم از آدم پول مایه، نون مایه، او مایه، چای مایه، پایین و بالا مایه، پول برق مایه، گاز مایه، ایزوم مایه، خیلی مشالفت ها زیاده. بیکاری چه ضررهایی به شهروندان میرساند؟ هر کاری که به زانه مرتکه میکنه میره به خونه پول نداره، بچه نادانی مثلا 5 ساله بچه داره میگه من نون مایم، مثلا بیسکویتی مایم، چیزی مایم ندشته باشه مرتکه مجبور میگه خدا چکار کنم، مجبور یا بره دزدی کنه یا به کو بالاش، یا مثلا هر کاری که به نظر بد باشه همون رو انجام میده که مشکلات خانواده ده خلق ضررها دیگه همه ناامنی دیگه به وجود میاد. اختطاف میکنم آدم میکشم به 10 روپیه یک نفر میکشم، این واسه یک سکل برتکه میکشم، این تمام آدمی بیکاری به وجود میاد. اگه بیکاری نباشه کار باشه مردم برات کار گومم، این ناامنی و بی‌سوادی اینا هم از بین میره. یعنی معتاد میکنه دزدی به بار میاره، اختطاف باری نر، همه کار از بیکاری میشه. نمیفهم که دولت بقیم مانی یا بقیم خود کنه که پایه خود مختم بگیره. تشکر از لطف شما. بیکاری چه ضررهایی به شهروندان میرساند؟ اولا بیکاری دیگه مردم به طرف فحشا، به طرف دوزی، به طرف کارهای ناانجام کشیده میشن. خود به خود وقتی پول یک جوان ندیشته باشه دست به یک کار روای میزنه، یا یک موبایل دیزی میکنه، یا خلاصه یک ساعتی دیزی میکنه، یا پولی دیزی میکنه. خود به خود همین خود بیکاری عامل ازی هست که انسان به فحشا میکشنه. تقصیر جوان هم چیزی نداره، تقصیر نداره. تقاضای شما از دولت چیست؟ تقاضای ما از دولت همین است که فقط امنیت رو بیدارم دیده مردم ملت بیش چرش نمیخواد. یک کاری باشه که اقلا یک شرکت باشه اونجا بریم یک نگوانی دیگه کار کنه، همین یک آشپزی همین تو چیزا که از دست ما میاد میکنیم، بی 5 منز کچلو 5 منز پیاز هیچ کاری پیش نمره. از دولت اینه که کار غریبی باشه، امن باشه، یک کار بکنه با مردم، همین از قسمت دولت. تقاضای شما از دولت چیست؟ بیتر کنداری کارا اگر کاری بکنم به حساب کارخونه اگر باشم مردم همه دست به کار میشم، مردم همه مشغول میشم. ما بیکارا و بیجانشینی دیگه به داخل افغانستان یا به داخل ولسوالی ها یا به داخل قریه ها نداریم، مردم میرن همه سر کار میشن. دولت همه فابریکات فعال کنه، معدن پروژه سمیت، پروژه مثلا نفت دیگه سر کار تیار کنه، همه کارهایی بکنه که همه دیقان ها همه مال از اینا با نرخ ارزون با بازار ارز میشه، اینا زمینی کار پیدا کنه، اینا به خارج صادر کنه. فقط دیقان بعضی خوب میشه از اطراف به شهر نمیان، تمام دیقان ها زمین ها یله داده کش نمیکنه، آن به شهر رجوع کردن. تقاضای شما از دولت چیست؟ خواستم دولت اینه که جوان ها دارین کار شغلی پیدا کنن. من نظر لطفی بکنم همین ایتدی هایی که تشکیل شده بریم جوان ها بیشتر، بریم جوان ها طبقه جوان بیشتر میتونیم روزی کار فحشا کشیده میشه. اگر به طبقه جوان یک مؤسس های خریجی یا بالاخره از خود داخل ما یک کسایی باشن یک جایی باکنن که شغل کری بری جوان ها پیدا بشه، من فکر کنم که خیلی خوبه انشالله. برای جوان تقاضای شما از دولت چیست؟ خواست ما همینه که دولت بری بیکری کار پیدا کنه، اقتصاد از بین نره و دوزی دقلی گم شه، امنیت برقرار کنه. امنیت هم نمیگم شما با کسی که 2000 روپیه برده نمیتونه که ما میگیم هم 2000 کسی ما بدل گوشه از کسی ما بدل نکنه، امنیت وجود نداره. باز هم عوض که امیقا من نان شده امنیه شده فیلن فیلن شکر میکنه امنیت هست به اونا که بقیم ما نبودن. یک دنیا تشکر الله تشکر. آخر ما میکنه باشه، آخر ما چیل میکنه.